خب سلام مجدد به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید. پرستش بسیار عالی، چقدر زیباست. میدونید که بعد از اینجا ما بایستی بریم برای پیکنیک. میتونید خدا رو شکرگزار باشید برای وجود عیسی مسیح در زندگیمون. آمین. هر لحظه ما بایستی آماده باشیم برای شهادت دادن. شهادت دادن چی؟ کاری که خداوند تو زندگی ما میکنه. هدف فقط به فقط جلال دادن نام عیسی است. نه زور انسانی ماست، نه قوت انسانی ماست، بلکه این خود روح خداست که داره در زندگی ما عمل میکنه. جلال رو بایستی به خداوند داد. آمین. ما شهادتی میشنویم از خواهرمون زهره جان. زهره جان تشریف بیارید. کاری که خدا تو زندگی خواهر ما کرد. با سلام مجدد، من یه شهادتی دارم که امروز میخوام بگم که چند تا حسن خوب داره. صدام نمیاد. چند تا حسن خوب داره. اول از اینکه همین چند هفته اخیر اتفاق افتاده، خیلی تازه و فرش است. بعد اینکه خودم رو خیلی لمس کرد، یعنی چیزی بود که واقعا خدا رو احساس کردم. من سال 2009 کانسر تایروید گرفتم. بعد خوشبختانه اندازه غده گفتن که خیلی کوچیک بود، از 7 اینچ کوچیک‌تر بود و فقط غده تایروید رو درآوردن، دیگه نیاز به کیموتراپی و رادیاکشن و هیچی نبود و همه چیز به خوبی گذشت. تا اینکه ژانویه گذشته من یه احساسی توی گلوم میکردم که بعد دکتر رفتم، گفتش که بعد بری آلتورسان. وقتی که آلتورسان رفتم دیگه به من هیچ جوابی نداد، گفتم اوکی، همه چیز اوکی بوده که به من زنگ نزده. تا گذشت 6 ماه بعد که دوباره بعد برای چکاپ میرفتم، به من گفتش که قدرت لنفاویت یه ذره بزرگ شده و من صبر کردم که ببینم اگر بزرگتر شده بود دوباره بفرستن برای آلتورسان، و اگر گفت این دفعه بزرگتر شده بود دوباره بعد بری برای بایوپسی ببینیم چی هست. و وقتی که اسم بایوپسی اومد، خب برای خودم خیلی سخت بود. آف ببخشید، از صبح دارم دعا میکنم که گریه نکنم. بعد درست همون هفته‌ای بود که گروه دعا اومدیم شهادت ها رو میخواستیم اعلام کنیم. بعد من همون روز با خدا عهد بستم که اگر هیچی نباشه من میام شهادتش رو اعلام میکنم، ولی هیچ موقع اینجا نمیمدم بایستم صحبت کنم. بعد من رفتم برای اولتورسان. یه روز خونه داشتم ظرف میشستم که از مطب دکتر زنگ زدن، گفتن که قدرت لنفاویت بزرگتر شده، بعد بری برای بایوپسی. اینی که گفتن من دیگه نفهمیدم بقیه‌اش چی داره میگه. شروع کردم به گریه کردن و ادامه ظرف شستم و بعد همینطور شروع کردم به شکوه شکایت کردن که خدای چرا من، مگه تمام کنسرها رو میخوای رو من امتحان کنی؟ چقدر امتحانات سخت میکنی از من؟ بعد ناخودآگاه این سرود اومد رو زبونم. یعنی زمانی بود که اصلا مود این که شعر بخوام بخونم و اینها رو نداشتم، ولی این سرود اومد که ایمانداری که خدایی هست ایمان دارم. من شروع کردم اینو خوندم با خودم و گریه کردم. بعد که تموم شد یه ذره آرامش پیدا کردم، ولی راستش اینو بخواین اصلا خودم باخته بودم. گفتم این دفعه شاید اون دفعه به قول معروف میگن جستم، ولی این دفعه فکر نمی‌کنم دیگه همه چیز به خوبی تموم بشه. بعد تا اینکه رفتم برای بایوپسی، تو هم مدتی که منتظر بودم که جواب بایوپسی بیاد، یه اتفاقات عجیبی افتاد که خودم فکر می‌کردم که همه اینا یه ساینیه که خدا داره به من نشون میده. مادر یلدا جون فوت کرد در سر همون کانسر. بعد ناخودآگاه به یاد یکی از دوستامون افتادم که تو ایرانی پسر جوان 32 ساله‌ای بود که کانسر غدد لنفاوی داشت. بعد هی می‌خواستم از مادرم بپرسم که چه اتفاقی افتاده، اون هنوز هست یا نیست، ولی گفتم اگه بپرسم خب مادرم ناراحت میشه، شک میکنه. چیزی نپرسیدم. درست تو همون ایام بود که یه روز مادرم باشتشم صحبت میکردم، به من گفتش که مامان فلانی هم عمرش داد به شما. گفتم کی؟ گفت همونی که سرطان و غدد لنفاوی داشت. بنده خدا خوب شده و شیمی درمانی کرده، ولی دوباره حالش بد شد و فوت کرد. گفتم اوکی، خدا داره به من میگه که تنها تو نیستی که مریضی، خیلی های دیگه هم هستن و خودتو باید آماده بکنی. و بعد خلاصه طوری بودش که
اصلا راجبش حرف نمیتونستم بزنم. فقط اینجا فکر کنم برادر رافی شاید یکی دو نفر میدونستن، امیر البته گفته بود، من خودم اصلا راجبش انقدر ناراحت بودم صحبت هم نمیتونستم بکنم. مثل کسی بودم که همه زندگیش رو هولد گذاشته. مثلا میرفتم کلاس میگفتم که خب اگه تموم نتونم بکنم چی. تا اینکه جمعه پیش کلام خدا رو برداشتم، گفتم که خدای من کلامتو میخونم، اگه واقعا همه چیز اوکی هست با من نشون بده. ببخشید. و نگذار که مثل مرده متحرک را برم. تا اینکه حزقیال باز شد برام. حزقیال 28 از آیه 20 تا 24 رو دوست دارم بخونم براتون. نبوت علیه سیدون. کلام خداوند به من فرمود: ای انسان فانی، به سوی سیدون بنگر و علیه ها نبوت کن و بگو خداوند متعال می فرماید: هانه سیدون، من علیه تو هستم و شکوه خود را در میان تو آشکار خواهم ساخت و ایشان هنگامی که حکم خود را به اجرا بگذارم و قدوسیت خود را در آن آشکار سازم خواهند دانست که من خداوند هستم. من بیماری بر تو خواهم فرستاد و در خیابانهای تو خون جاری خواهم کرد، از هر سو به تو یورش خواهند آورد و مردم تو کشته خواهند شد. آنگاه خواهی دانست که من خداوند هستم. اول که خوندم حرف از بیماری و خون و اینا، گفتم با که جوابم گرفتم تموم شد دیگه. خداوند داره میگه که خودتو آماده کن. ولی بعد یه سر دیگه شروع کردم بخوندم، اونجا که گفت و شکوه خود رو در میان تو آشکار خواهم ساخت، یه منو لمس کرد. گفتم که شاید خدا میخواد که منو شفا بده، نمیام شفا رو اعلام کنم تو کلیسا، باعث بشه قلبی رو لمس کنه، باعث بشه که کسی که واقعا امیدش از دست داده دوباره امیدوار بشه، باعث شفا بشه. و امیدوار شدم که تا ساعت 6 بعد از ظهر بود که هی زنگ می‌زدم، من امیر زنگ می‌زدم به دکتر، ولی اصلا نمی‌خواستم بدونم که چی هستش، فقط همینطور زنگ می‌زدم مطمئن بشم که جواب گرفتن یا نه. تا اینکه ساعت 6 دکتر زنگ زد، گفت گود نیوز و همه چیز خوب هستش. و گفتش که ممکنه یه اینفکشن داخلی بوده که اثر گذاشته رو قدرت لنفوفیت بزرگ شده. بعد فقط دوباره بس مثلا 3 ماه دیگه میدی برای اولتراسان که ببینی چه اتفاقی افتاد. و این اون موقع بود که تازه خیالم راحت شد. و واقعا میگم تو این چند هفته که این اتفاق افتاد خیلی سخت بود، ولی من واقعا خدا رو احساس کردم. مرسی.